نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. قسم به زمان و العصر، همانا انسان در زیاد انسان لفی خسر. مگر آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شده امنوا و عمل الصالحات و به حقیقت و راستی و درستی و پایداری یک دیگر را و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. راست گفت خداوند بزرگ و بلند. صدق الله العلی العظیم. اولین جشن سالانه موسیقی ما، تالار وحدت تهران. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت سروران عزیز، خانم ها، آقایان. خیلی خوشحالم از این که خدمت شما هستم و روبروی شما ایستادم در محفل و ضیافتی که فکر میکنم استثنایی باشه و متفاوت و خیلی متمایز از حیث این مطلب که اهالی تبار موسیقی در کشورمون از جوانترها گرفته تا بزرگترهای این دایره امروز این افتخار دادن و کنار همدیگه جمع شدن و شاید حداقل من خاطرم نمیاد یا شاید کمتر اتفاق افتاده که عزیزان و بزرگان موسیقی در حوزه‌های مختلف و سبک‌های متفاوت کنار همدیگه جمع بشن و قرار باشه جشنی برگزار باشه تحت عنوان جشن سالانه موسیقی ما که خدا رو شکر اولین بار داره در کشورمون برگزار میشه و این در واقع افتتاحیه ی این برنامه است که با حضور شما عزیزان داره افتتاح میشه. متشکرم از محبتتون و تشریف فرماییتون. سپاسگزارم از اینکه لطف کردیم و تشریف آوردیم مراسمی که کاملا متعلق به شماست. نمیدونم که خیلی از دوستان و رفقا از اهالی رساله هم محبت کردن و اینجا حضور دارن. متشکرم. و اتفاق فوق‌العاده ضیافت امشب ما حتما این همدلی و کنار هم قرار گرفتن بزرگان موسیقی است در سبک‌های مختلف. خواهش میکنم به جهت این اتفاق بسیار مبارک و مهنای دست بسیار شایسته به افتخار خودتون بزنید. در قسمت کارشناسیش بر اساس آراء کارشناسان موسیقی و مردمیش هم آماری نزدیک به 100,000 رأی تکراری نرأی مجزا باعث شکلگیری برگزیدگان در سال 91 در موسیقی کشورمون شده که امروز خدمتشون خواهیم بود. ما میخوایم بریم سراغ قسمت اول اهداء جوایزمون و برگزیدگان در 4 حوزه که من دعوت میکنم از 3 استاد عزیز و گرانقدر که روی صحنه ما تشریف بیارم برای اهدای جوایز این قسمت. دعوت میکنم از جناب آقای دکتر محمد سریر که محبت بکنم برای روی صحنه ما تشریف بیارم. خیلی خوش آمد. استاد گرانقدر استاد محمدعلی بهمنی، هر چقدر شعر خوب از استاد خوندیم تا انتهای لحظه‌ای که رو صحنه قرار می‌گیرن براشون و به احترامشون دست بزن. سلام سلام. و استاد مجید درخشان. بسیار بسیار خوشحالم. بریم سراغ بهترین قطعه سنتی. نامزدهای دریافت تندیس بهترین قطعه موسیقی اصیل ایرانی: آتش سودا، ارغوان، تصنیف آرزو، رودابه و زار، بیقرار. تندیس طلایی بهترین
قطعه موسیقی اصیل ایرانی در سال 1391 به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی اهدا می شود به رودابه و زال. دختر است که رویش ز خورشید نیکوتر است، ز سر تا به پایش به کردار آج، به رخ چون بهشت و به بالای ساج، دو چشمش به سال همایون شجریان. سلام عرض میکنم. این جشن‌ها هر چی که برگزار بشه به هر شکلش خیلی خوبه. ما خیلی روزهای سوگواریمون زیاده و حداقل تو این مدت خیلی زیاد بوده. تقریبا توی 3 ماه گذشته ما تقریبا بیشترش تو ختم و تشییع جنازه بودیم. یعنی که هر چی از این نوع جشن‌ها باشه و به خصوص در حوزه موسیقی باید استقبال بکنیم و اتفاقا باید یه مقدار جشن درست بکنیم. تو کشورهای دیگه من دیدم که مناسبت‌های جدیدی ایجاد می‌کنن برای جشن و ما حتما این مناسبت‌ها که خیلی هم خوب هست باید درست بکنیم و من تبریک میگم به سایت موسیقی ما که به هر حال یه همچین ابتکاری رو زده و دوستانی که این رو برگزار کردن. متشکرم. در قسمت مردمی هم برگزیده ما همایون شجریان رودابه و زال. میخواستم به زور نگره دارم که دیگه رفت بودیم. سپاسگزار از لطف همگی عزیزان و سپاسگزار از کسانی که رأی دادن. برای من باعث افتخاره که کار من مورد پسندشون قرار گرفته و تونسته با احساساتشون و با احوالاتشون ارتباط برقرار کنه. یک سپاس هم بعد از دست‌اندرکاران موسیقی ما داشته باشم، به خاطر اینکه آغاز چنین حرکتی شاید خیلی دور از ذهن بود و این دوستان به حقیقت رساندنش و امیدوارم که جشن امشب که اولین جشن مستقل برای موسیقی هست و جشنی است که فقط به خاطر موسیقی برپا شده و هیچ بهانه دیگری درش دخیل نیست، ادامه داشته باشه و باعث انگیزه بین هنرمندان بشه و مطمئنم که باعث انگیزه بیشتر در بین هنرمندان خواهد شد. باز هم سپاسگزارم. بریم سراغ بهترین قطعه تلفیقی. نامزدهای دریافت تندیس بهترین قطعه موسیقی تلفیقی و سایر ژانرها: آقای بنفش، زندگی بدون ترس، مجموعه قطعات گروه دیوار، عزای عالم، فصلی که گذشت.
تندیس طلایی بهترین قطعه موسیقی تلفیقی در سال 1391 به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی اهدا می شود به عزای عالم از آریه عظیم نژاد دوست عزیز. از این طرف آریا جون، از این طرف من از همه دوستان خواهش میکنم از این طرف تشریف بیارن و از اون طرف خارج بشن که دوستان عکاس من هم بتونن عکس بگیرن. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. من همیشه وقتی توی بخش‌های مسابقات که بیشتر توی سینماست کاندید میشم، یعنی نامزد بخش موسیقی میشم، خیلی ترس برم میداره که میگم این دفعه اگر به من جایزه بدن منصوب میشم به یه دسته و گروه و حزب خاصی. ولی اینجا افتخار میکنم که اهالی موسیقی و کارشناسای خوب کشورمون دارن این جایزه رو بهم میدن. با سربلندی قبول میکنم. اما انتخاب مردمی در حوزه قطعه تلفیقی، یاشار خسروی، مسعود همایونی، قطعات گروه دیوار. کسی که بیشتر هزینه کرده بیا. اولا سلام عرض می‌کنم به همتون. به نظرم در اولین جشن موسیقی شرکت کردن و جایزه بردن افتخار بزرگیه که نصیب گروه دیوار میشه. از شما خیلی ممنونم که در این نظرسنجی شرکت کردید و از تمام عزیزان دیگه که گروه دیوار رو ساپورت کردن. به افتخار خودتون خواهش می‌کنم تشویق کنید. نامزدهای دریافت تندیس بهترین قطعه موسیقی پاپ: احساس آرامش، دلت با منه، بیقرار، غلط کردم غلط، منو بارون. سلام عرض میکنم. تندیس طلایی بهترین قطعه موسیقی پاپ در سال 1391 میشود به من و بارون از بابک جهانبخش. سراغی از ما نگیری، نفرسی که چه حالیم، عیبی نداره میدونم باعث این جداییم. رفتم شاید که رفتنم فکر تو کمتر بکنم، نبودنم کنار تو حال تو بهتر بکنم. لش کردم با خودم ماخه حست به من عالی نبود، بابک جهانبخش. احساس من فرداش با تو دوست داشتنم خالی نبود. جایزه کارشناسی بخش بهترین قطعه موسیقی پاپ رو در سال 91 بابک جهانبخش به خودش اختصاص میده با آرای کارشناسان.
منم عرض سلام دارم خدمت هم آزار محترم. یک دنیا ممنونم به خاطر محبتتون و تشویقتون. یه دست قشنگ برای خودتون بزنید. مرسی. خب خدا رو شکر میکنم. ممنونم. خدا رو شکر میکنم به خاطر این اتفاق و جا داره که تشکر ویژه کنم از تمام اون دوستانی که به من کمک کردن و از همسر عزیزم تشکر میکنم به خاطر صبوریش و مدیر برنامه عزیزم دوست عزیزم که منو حمایت کرد محمد رضا خانزاده و تمام کسایی که طرفدار کارهای من بودن. خدا رو شکر میکنم از جسارت منم از بابت جسارتم هم عذرخواهی میکنم که اینجا وایستادم روبروی شما. لوح تقدیر بهترین قطعه موسیقی پاپ در سال 1391 در شاخه مردمی اهدا میشود به محسن چاوشی. تکیه کردم بر وفای او، غلط کردم غلط، باختم جان در هوای او، غلط کردم غلط، عمر کردم صرف او، فعلی عبس کردم عبس، ساختم جان را فدای او، غلط کردم غلط، برای کار غلط کردم غلط. در سالن ما نیست محسن چاوشی، اگر از نماینده فرستاده از دوستان رفقاش ما بپنیم در خدمتشون باشیم. خب البته یه چیزی هم خیلی خوشم مخلص شم بفرم خوشم آقای مسعود دهقان بودن تهیه کننده، کوچه‌وارشون معلوم بود تهیه کننده. عرض کنم که یه چیزی هم حالا نوشتن، خیلی محبت کردی. بله گلم میخواد ببرمی یه دست به افتخاری دهقان بزنی. یه کاغذی هم حالا برای دوستان برای من فرستادن که محسن چاوشی عزیز هم حالا یه متن نوشته منتها طولانیه و فقط میتونم من اعلام بکنم که بسیار ابراز تشکر کرده و حالا من کوتاه اگه بخونم که دیگه حالا بی‌معرفتی نشده باشه. تو همین لحظه که این پیام خونده میشه به یادتونم خودم میستم ولی دلم پیش شماست. خوشحالم از اینکه دوباره دارم از مردم رزه میگیرم، فقط و فقط برای شما مردم میخونم، برای همه شمایی که توی کوچه و خیابون با دیدنم لبخند میزنید و عبور رو میکنید. دوست دارم بدونید که همه لبخندهای قشنگتون جلوی چشمامه، بدونید که تو همه نظرسنجی ها شما اولین و من در آخر و تا آخر عمر خود ایستادم و فقط به عشق شما هموطنانم خواهم خواند. یه دست به افتخارش بزنید. خیلی متشکرم و خیلی عذرخواهم از محضر شما، عذر تقصیر دارم. متشکرم. بفرمایید. ما در این قسمت از یکی از اساتید و چهره‌های فاخر و مانای موسیقی کشورمون تقدیر خواهیم کرد که اگر موافق باشیم با هم یک کلیپی رو تماشا میکنیم. من میرزا عبدالوهاب شهیدی فرزند میرزا حسن صدرالاسلام میمیی 10 مهر 1301 شمسی متولد شدم در میمی. سال 21-22 وارد کلاس استاد مرتاح شدیم و در جامعه باربود ضمن یاد گرفتن آواز ما رو صحنه هم می رفتیم، رو صحنه تاعت هم می رفتیم. سال 39 وارد گلها شدیم، یک سره بودم تا سال 1157. من پرکارترین شخصی بودم که در گلها کار میکردم. این نگاه گرم تو قطعه ایست که از یه ملودی آهنگ خرم آبادی لوری گرفته شده. آقای پایور خیلی در این کار زحمت کشید.
و ما خودمونم فکر نمی کردیم این اینقدر سر و صدا ایجاد کنیم. اون نگاه گرم تو، اون نگاه گرم تو جام شراب و آب اما سر اومدم نوازندگی تار رو رود پیاده کردم که اون صدای ریتمیک رو از روش برداشتم. من یعنی این ساز مرده بود و به جرات میگم من زندش کردم. اگه هزار دفعه دیگه متولد بشم دوباره تا این کارو خواهم کرد تا بتونم یه جایی برسم. این دریای به این عظمت هر کسی چند متری شنا کرده توش، کی هست که بگه من دریا رو با شنا طی کردم و برگشتم؟ وجود نداره، انتها نداره. موسیقی نمی دریاست. دعوت میکنم از جناب آقای دکتر صادق طباطبایی که محبت بکنم و افتخار بدن تشریف بیارن. آقای طباطبایی من اشتباه میکنم که شما پیانو هم میزنی؟ درست میگه؟ آقا رو بده افشا کنم، من عذرخواهی میکنم. آقای دکتر جواد مجابی رو من دعوت میکنم که تشریف بیارن. جناب آقای علی هاشمی رو من دعوت میکنم که بفهم. خیلی خوش اومدید عزیز من. بسیار استاد عبدالوهاب شهیدی. مواظب. من پیشنهادم اینه که استاد برگردن روبروش هم با تون بد بشینید. این صحنه براشون خیلی جذابه تو 91 سالگی ها. آقای شهیدی حضار به افتخار شما و به احترام شما ایستادم. خیلی متشکرم. بفرمایید. متشکر. جناب شهید اگر صحبتی داریم ما در خدمتیم. اگر که بله بله میکروفون اینجا هستش. سلام به همه هنردوستان و هنرمندان عزیز که اینجا حضور دارن و بقیه ای که نیستند. اگر امروز فکر میکردم اگر امتیازی داشته باشم، اون امتیاز افتخاری است که به عنوان قدیمی ترین دوست عبدالوهاب شهیدی واقعا افتخار میکنم به وجود چنین مرد پاکدامن پاکسرشتی که حدود 50 سال بر صحنه درخشیده. آرزو داشتم که همایون شجریان به عنوان جوانترین خواننده به پیشکسوت خوانندگی آواز ایران عبدالوهاب شهیدی این کادر رو تقدیم میکنه، ولی اینجور که مدیر صحنه و مدیران برنامه چیدن این آرزوی من. خب نه اگه آرزو دارید که ما این کارو میکنیم. همون جو من خواهش میکنم آرزو رو برآورده کنین، قسمت تموم شه. خواهش میکنم. مرسی. خیلی متشکرم. تقاضا میکنم. می نهایت سپاسگزارم
از دستان در کاران این برنامه و مجریان برنامه و بینندگان عزیزی که احترام به این برنامه گذاشتن تشریف آوردن. امیدوارم که این برنامه پا به جا بمونه، سالهای سال باشه که اقلا هنرمندا سال یه دفعه هم دیگر ببینن. امیدوارم که پایدار باشید. زنده باشید. بریم سراغ بهترین نوازنده ها در سال 1391 اگر که موافق باشین. بریم کاندیدا رو با هم دیگه ببینیم، کاندیدای قسمت بهترین نوازنده. نامزدهای دریافت تندیس بهترین نوازنده: آرش پژم مقدم، سهراب پورناظری، رضا تاجبخش، امید حاجیلی، امید حجت، بهنام حکیم، دارا دارایی. نوازندگان گروه دیوار: میلاد درخشانی، پدرام درخشانی، نیما رمضان، بابک سفرنژاد، پیام تومی، علی قمصری، شروین مهاجر، میثم مروستی، هومن نامداری، همایون نصیری، فیروز ویسانلو، بابک یوسفی. بله، تندیس طلایی بهترین نوازنده در سال 91 به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی اهدا می شود به فیروز ویسانلو. نوازندگان گروه دیوار: رضا تاجبخش، سهراب پورناظری و میثم مروستی. سهراب چون پاشکسته بود از پشت صحنه و برای سهراب مناجی دست خیلی خوب بذاریم. سلام ایسام عزیز، من رفتم اینم اسم رضا رو شنیدم ولی نبود، چون من رضا رو از موهاش تشخیص میدم، الان دیدم بهش اومده. برای همه‌ش از بهترین نوازنده های کشورم رو صحنه را. سلام میکنم، خیلی ممنون، باعث افتخار من و همه بچه‌ها هستی که خدمتتون هستیم. یه نکته رو فقط میخوام بگم، شاید واقعا اغراق نباشه، همه شما هم که موزیسین هستین این قضیه رو میدونید، فقط میخوام خیلی علنیش بکنم اینجوری. نمیگم 100%، ولی بالغ بر 70-80% است. یه جمله میگم خدافظی میکنم، بالغ بر 70-80% از آهنگسازها و تنظیم کننده های موسیقی ما رو این بچه‌ها آهنگساز و تنظیم کننده می کنند. به افتخارشون خیلی دست بزنید. یه دست افتخار همه شون بزنید و دقش رو کنید. متشکرم. برای بخش در واقع بهترین نوازندگان قسمت مردمی، من دعوت میکنم از سه عزیز که تشریف بیارن که اتفاقاً اتصال بسیار قوی در این حوزه دارن و افتخار میکنیم و دعوتشون میکنیم. جناب آقای کیوان ساکت، من خواهش میکنم دست بسیار شایسته به افتخارشون بزنید.
جناب آقای عین الله کیوان شکوه من خواهش میکنم و جناب آقای میلاد کیایی. خیلی خوشحال. خب من به سرعت بهترین نوازندگان سال 91 از نگاه مردم رو برای شما بخونم که اتفاقا یه جاهایش کاملا مشترکه با حوزه کارشناسی و این اتفاق خیلی خوبیه که نظر مردم و کارشناسا شبیه به همه در انتخاب نوازنده برتر در سال 91. 5 نفر از این عزیزان رو من اسمشون رو قرائت میکنم تشریف بیارن. جناب آقای فیروز ویسالون، جناب آقای میثم مروستی، جناب آقای پیام تونی، جناب آقای رضا تاجبخش و هومن نامداری عزیز. هومن نامداری که از تنظیم کننده های خیلی خوبه کشورمون هم هست، این روزها تنظیم های خیلی خوبی حداقل من ازش میشتم و یه آینده درخشانی داره. دوستان نوازنده عزیز منم از سمت راست خودشون اگر تشریف ببرن بسیار سپاسگزارم. تشریف داشته باشید. بله عزیزان تشریف، ما یه قسمت دیگه هم اهدای جوایز داریم. من در این قسمت از جناب آقای ابراهیم حقیقی هم دعوت میکنم اگر تشریف دارن، بسیار خوشحال و خرسند میشم اگر که افتخار بدن تشریف بیارن. بریم سراغ اهدا لوح تقدیر بهترین طراحی جلد آلبوم از نظر کارشناسان. نامزدهای دریافت تندیس بهترین طراحی جلد آلبوم: آقای بنفش، جاده رویاها، حریق خزان، خاطرات مبهم، روی دیگر. تندیس طلایی بهترین طراحی جلد آلبوم در سال 1391 به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی اهدا می شود به آلبوم خاطرات مبهم شهرزاد داوران. من به جهت حضور جناب حقیقی خواهش میکنم که رأی مردمی را شما بخونید. تقدیر بهترین طراحی جلد آلبوم در سال 1391 در شاخه مردمی اهدا میشود به آلبوم من خود آن 13 عابد بستامی. عابد بستامی. خیلی متشکرم جناب آقای حقیقی، خیلی متشکرم جناب آقای ساکت، خیلی افتخار دادید. بفهمید خواهش میکنم، خیلی محبت کردین. جناب آقای کیوان شکوه، جناب آقای کیایی عزیز، دعوت میکنم از دو عزیز که تشریف بیارن در خدمتشون باشیم این قسمت رو اجرا بکنیم. جناب آقای فریدون خوشنود رو من دعوت میکنم که با تشویق شما این استاد عزیز تشریف بیارن روی صحنه ما و یکی از آهنگسازان خوب و خوش زاغه و خوش خریحه کشورمون رو من دعوت میکنم، جناب آقای فردین خلعتبری.
اهداء لوح تقدیر بهترین تیتراژ تلویزیونی از نگاه کارشناسان در سال 1391. بهترین تیتراژ تلویزیونی و سینمایی. جشن رمضان، زمانه، واسه آبروی مردم دجنگ، ماه عسل، یه تیک زمین. تندیس طلایی بهترین تیتراژ تلویزیونی در سال 1391 به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی اهدا می شود به یک تیکه زمین. بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس. محمد اصفهانی، افتخار دکتر محمد اصفهانی. اگه صحبتی داری. به نام خدا خیلی سریع سلام عرض میکنم خدمت بانوان گرامی و آقایان محترم. چه لحظات زیبایی امروز داشتیم، تجلیل از جناب استاد عبدالوهاب شهیدی. قدرشناسی همایون شجریان عزیز که به حق میراث گرانقدر قدرشناسی و ادب رو از پدرش داره. و این تندیس رو من مدیون روزبه بمانی هستم و مدیون دوست نازنینم علیرضا کهندری. این تندیس رو من به علیرضا کهندری تقدیم میکنم. آقای دکتر از اون مدیکان بچه خان عکس بمید. من مردم این قسمت رو خیلی سریع میخونم. لوح تقدیر بهترین تیتراژ تلویزیونی در سال 1391 در شاخه مردمی اهدا میشود به اثر واسه آبروی مردمت به جنگ، فرزاد فرزین و محسن چاوشی. این چون تیتراژ یکی از برنامه من بوده بهتر دست بزنیم. من یه ذره دلم شاد شه، اینجا خیلی گرمه. اگه بالا رفتم از این پله ها پس این بوده تو رو ها نگاه کنم از یه سینه یه ستبر خالی ها زور بازو پهلوان. سلام عرض کنم خدمت همه موزیسین های عزیز و خیلی خوشحالم که اولین جشن موسیقی به صورت جامعه اینجوری داره برگزار میشه. از مردم عزیز و محسن چاوشی هم تشکر میکنم به خاطر تیتراژ قشنگش. مرسی، خیلی ممنون، متشکرم. بریم سراغ بهترین تنظیم کننده در دو حوزه کارشناسی و مردمی. کاندیداهای تنظیم کننده های برتر سال 91 رو با هم دیگه بخشیم. نامزدهای دریافت تندیس بهترین تنظیم کننده موسیقی پاپ و تلفیقی: شهاب اکبری، کوشان حداد، سیروان خسروی، هومن نامداری، کارن همایون فر. سلام عرض میکنم. جایزه بهترین تنظیم کننده به آقای سیروان خسروی. به
موندم با حرفان. چقدر اسمی کنم تنها. تشکر میکنم از تمام دوستای موسیقی ما که این جشن رو برگزار کردن، از خانواده عزیزم، از برادر گلم و همچنین تک تک هوادارهی که به من این انگیزه رو دادن که روز به روز پیشرفت بکنم. این جایزه رو به تک تکشون تقدیم میکنم. مرسی. من یه پیشنهاد میکنم، چون خیلی زمانمون کمه، تو هم ورزشکار خیلی خوبی هست، ما اینکه علم به این دارم که میتونی سری برگردی، اما وایسا و جایزه مردمی رو هم بگی، چون مردم هم به تو رأی دادن. ما تقدیر بهترین تنظیم کننده موسیقی پاپ در سال 1391 در شاخه مردمی اهدا می‌شود به سیروان خسروی. بازم مرسی از همگی. امیدوارم که بچه‌های موسیقی نه فقط در ظاهر، حالا این برنامه خب خیلی قطعا به نزدیکتر شدن ما کمک می‌کنه، ولی در باطن هم بیشتر همدیگر دوست داشته باشیم. من دعوت می‌کنم از یک گروه خوب که برای شما هنرنمایی بکنن، که اتفاقا بی ارتباط هم با قسمت بعدی برنامه ما نخواهد بود. برای همین من دعوت میکنم که شما هم تماشاگر و شنونده این اجرا باشین، اجرایی که توسط سهراب پورناظری عزیز و گروهش برگزار خواهد شد. Thank you.
ما در این قسمت از دو عزیز و دو استاد گرانقدر تقدیر میکنیم که مطمئنن همه حضار اگر ذره ایم با موسیقی ارتباط داشته باشن به خوبی میشناسنشون. من دعوت میکنم از جناب آقای مهندس سید محمد بهشتی عزیز که افتخار بدن و تشریف بیارن. من مجددا دعوت میکنم از جناب آقای دکتر جواد مجابی که ایشون هم افتخار بدن یه بار دیگه ما در خدمتشون باشیم. خواهش میکنم افتخار آقای دکتر. بفرمایید. من فقط اسمشون رو قرائت میکنم و کاملا فضا و اتمسفر و انرژی سالن رو به شما واگذار میکنم. استاد شهرام ناظری.
متشکرم از اوزا. لوح تقدیریه که استاد تقدیم شما خواهند شد، هرچند که شأن شما بسیار مرتفعه، اما بپذیرید از دوستان جوان و حتی به تعبیری فرزندان شما که سالها شاهد بودن و رصد کردن و تماشا کردن و خوب شنیدن صدای ماندگار و مانای شما رو و آثارتون رو، و در تایید عرایز بنده هم نسلی های من یک بار دیگه به پاس و قدردانی از آثار شما و عمر شما یک بار دیگه برای شما دست خواهند زد قطعا. سپاس. خب به هر حال به قول حضرت مولانا می‌فرماد که قرن‌ها بگذشت و این قرن نویست، قرن‌ها بگذشت و این قرن نویست، ماه اون ماه هست و آب اون آب نیست، تو درون چاه رفتستی ز کاخ، چه گناه دارد جهانهای فراخ. در صورت فکر میکنم که این برنامه به عنوان اولین برنامه‌ای که در حقیقت اون فرمای که قبلا آزاردهنده بوده، یه مقدار چیزای دولتی توش بوده و همه هنرمندا از دستش در حقیقت در عذاب بودن، یه مقدار از اون به اصطلاح کنار کشیده شده. و خب قدم مثبتی به اصطلاح خیلی باعث شادی و امیدیه که تو دل بس میتوانه جامعه شکوفه بکنه. این باز من این حرف زیاد زدم تو این چند وقته. خیلی به اصطلاح برنامه‌ایه که برای تشویق جوانا به خصوص میتونه مؤثر باشه در جوی که واقعا هرگز جوان ها هیچ وقت مورد تشویق قرار نگرفتن. الان جای خوشحالیه که ما ببینیم که یه اینطور برنامه های پای ریزی بشه که در جهت تشویق هنرمنده کشور به خصوص جوانه کشور بتوانه به اصطلاح پیش برد این مسئله رو برای آیندگان تأمین بکنه. منتها من چیزی که خواستم به دست اندرکاران تذکر بدم اینه که اگر بخوایم بدون حضور کارشناسای واقعی و استادان واقعی موسیقی این نوع برنامه‌ها رو واقعا پیش ببریم، باز مثل برنامه‌های قبلی راه به جایی نخواهد برد. خب البته می‌دونم که این برنامه مستقلی بوده و از این نظر خیلی ما خوشحال هستیم و سپاسگزاریم از دست اندرکاران این برنامه، ولی خب من امشب میبینم جای خیلی از کارشناسا و استادان موسیقی و کسانی که واقعا تعیین کننده میتونن باشن برای آینده کشور برای موسیقی، اینجا جاشون خالی هست. حالا نمیدونم که اونا چطور شده که نیستن، ولی در هر صورت خواستم این تذکر رو به دست اندرکاران بدم که واقعا دیگه اون اشتباه قبلی رو انجام ندن که بدون حضور هنرمندای واقعا تراز اول، بدون حضور کارشناسای واقعی کشور باز برنامه ریزی بکنن و بعد دوباره باز به جایی نرسه واقعا این برنامه ها. و اینه که من استدام این هست که هنرمندای واقعی و کارشناسای واقعی موسیقی رو نذارین در انزوا باشن، اونا کمک بگیرین از فکر اونها، از به اصطلاح پیشنهاده اونها و در حقیقت از تصمیمات اونها. سپاسگزارم. خیلی متشکرم. من خواهش میکنم یه بار دیگه به احترام و افتخار شما دست شایسته بزنید. متشکرم.
لوح تقدیر بهترین اجرای زنده تلفیقی از نگاه کارشناسان که با هم کاندیداهاش رو تماشا میکنیم و بعد برترین رو معرفی خواهیم کرد. منتها قبلش من از سه عزیز به سرعت دعوت میکنم که تشریف بیارن. جسارتا سرکار خانم مریم زندی من خواهش میکنم و دعوت میکنم ازشون که من دعوت میکنم جناب آقای دکتر محمد اصفهانی. آقای تو بفرمایید. و جناب آقای شاهرخ توی سرکانی روزنامه‌نگار و نویسنده. نامزدهای دریافت تندیس بهترین اجرای زنده برای موسیقی تلفیقی و سایر ژانرها: گروه دارکوب، گروه دیوار، گروه رستاک، شهرام شهرباف، گروه مانوها. تندیس طلایی بهترین اجرای زنده تلفیقی در سال 1391 به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی اهدا می شود به گروه دارکوب. این باره کسی بهشون اضافه شد، امید حاجیلی. برای امید حاجیلی دست خیلی خوب بزنید، یکی از نوازنده ها و خواننده های خوب کشورمون. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران. بسیار بسیار باعث افتخار در حضور اساتید موسیقی، در حضور تمام شما بزرگواران، تمام دوستان، همکاران که بارها بارها افتخار داشتم روی صحنه برم باشون. و این موفقیت رو مدیون تک تک دوستان عزیزم هستم. خیلی خیلی متشکرم از شما. مرسی. بفرمایید آقای توی سرکانی لطفا. تندیس و لوحی که تقدیم شما میشه. اما لوح تقدیر بهترین اجرای زنده موسیقی تلفیقی در سال 1391 در شاخه مردمی اهدا می شود به گروه موسیقی رستاک، سیامک سپهری و فرزاد مرادی. بعدی لطفاً. و لوح تقدیر بهترین اجرای زنده موسیقی سنتی لطفاً ببینیم با هم تیزر کاندیدار. نامزدهای دریافت تندیس بهترین اجرای زنده برای موسیقی اصیل ایرانی: همایون شجریان، سالار عقیلی، علیرضا قربانی، محمد معتمدی. تا
تندیس طلایی بهترین اجرای زنده موسیقی اصیل ایرانی در سال 1391 به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی اهدا می شود به جناب آقای همایون شجریان. چنین داد مهراب پاسخ بدون که این سر به سیمین بر ماهرون و البته گروه خوبش دیگه، اگه اشتباه نکنم گروه سیاوش، درسته؟ افتخار این گروه همی دست خیلی خیلی خوب بزنی. اما لایق تقدیر بهترین اجرای زنده موسیقی اصیل ایرانی در سال 1391 در شاخه مردمی اهدا می شود به جناب آقای سالار عقیلی. البته سالار عقیلی بیا در سفره و ما نمیتونیم در خدمتش باشیم. نامزدهای دریافت تندیس بهترین اجرای زنده برای موسیقی پاپ: سیروان خسروی، احسان خواجه امیری، رضا صادقی، فرزاد فرزین، مازیار فلاحی، محسن یگانه. تندیس طلایی بهترین اجرای زنده پاپ در سال 91 به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی با رأی برابر مشترکاً اهدا می شود به آقایان احسان خواجه امیری و محسن یگانه. احسان خواجه امیری و محسن یگانه. دو تن از بهترین های موسیقی پاپ کشورمون. مردمی پیش منه ولی ها. صحبت هم کنی؟ میکروفون؟ این همه دست دادن احسان. موضوع خاصی نمونده. من سلام عرض میکنم، فقط این که ای کاش پرفراش داشت، اگه قرار اینجوری باشه نصفش میکردیم. مرسی، متشکرم. خب میتونی نصفش کنی خودتون.
مرسی از همه تون، ممنونم و چکرم. از اون طرف محسن جان، اسم جان، از اون طرف به افتخار هر دوشون دست بزنی. هر دوشون خیلی پرطرفدارن، خیلی دوستشون دارن. هر دو علاوه بر خوانندگی آهنگسازی هم میکنن. حالا محسن یگانه ترانه های زیادی هم گفته و غالبا هم ترانه های خودش رو میخونه. برای همین هر دو رو با هم جمع کنید، دست خیلی استثنایی برای هر دوشون بزنید. لوح تقدیر بهترین اجرای زنده پاپ در سال 1391 در شاخه مردمی اهدا می شود به جناب آقای فرزاد فرزی. دونه دونه عشقا رو گونه هامه، وقتی تو نباشی اینا با همه، میمونی تو قلبم حسن نمیشه. تو رو که میارم تو روزگارم، همه یه وجودم توی بهارم، بدون تو تنها نگون نمیشه. من دیگه وقت برنامه رو زیاد نمیگیرم چون ظاهرا خیلی کم هست. فقط تشکر میکنم از گروه موسیقی شوک که با من همکاری میکنن و همینطور هوادارهای خوبم. یه دست به افتخار گروه موسیقی شوک بزنیم. مرسی. خیلی متشکرم خانم، خیلی افتخار. آقای دکتر متشکرم. آقای توی سکان خیلی سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش میکنم. خب ما یه آیتم ویژه داریم که مطمئنن اگر این برنامه برگزار بشود و این اتفاق درش نیفته، حتما ما رو متهم به بی‌معرفتی خواهند کرد نسبت به کسانی که برای تبلور و تراوش هنری این سرزمین، برای خلق آثاری ماندگار و مانا، اتفاقات مهم و برجسته ای رو رقم زدن. برای همین من از شما خواهش میکنم، چون کاملا از گوشه قلب شما و میزان قدردانی شما از کسانی که ساختند این بنا رو برای اینکه امروز ما شاهد و ناظرش باشیم در گذشته موسیقی سرزمینمون، خواهش میکنم و تقاضا میکنم که این قسمت رو با هم تماشا بکنیم تا بعد خدمتتون باشیم. به احترامشون بایستیم و تشویقشون کنیم، حداقل شاید شاهدی، شاید ناظری داشته باشیم که کسایی که در امشب ما در این ضیافت هستن، به احترام همه کسایی که از دست دادیم ایستادن و یک دقیقه دست دادن. دعوت میکنم و از شما هم تقاضا میکنم که شنونده نواختن ساز علی قمصری باشیم با دستهایی که شما به استقبالش بود. Thank you.
جناب آقای بهروز رضوی رو من دعوت میکنم با افتخار اگر تشریف دارن. جناب آقای تورج شعبان خانی تشریف ندارن. و جناب آقای صدیق تعریف. سلام از ماست، خیلی خوش آمد. و جناب آقای بیژن بیژنی اگر تشریف دارن بسیار بسیار محبت میکنن و افتخار میدن تشریف میارن. بفرمایید. نامزدهای دریافت تندیس بهترین آلبوم موسیقی اصیل ایرانی در چشم باد، حریق خزان، کنسرت سیمور، گاهی سگاهی، نغمه همرازان. من البته فقط به خاطر علاقه مندیم به موسیقی اینجا در حضور شما هستم. دستی در این هنر ندارم، فقط تماشاچی وفاداریم. آقا من مطمئنم که موسیقی هم به شما و اهالی موسیقی هم به شما خیلی علاقه دارم. تندیس طلایی بهترین آلبوم موسیقی اصیل ایرانی در سال 1391 به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی اهدا می شود به آلبوم حریق خزان، علیرضا قربانی، مهیار علیزاده. ارغوان شاخه هم خونه جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است میکنم. من مجدداً سلام عرض میکنم خدمت همگی. جناب آقای ناظری استاد بزرگوار یه توضیح دادن، من فقط خواستم یه ذره کامل ترش بکنم. اون بخشی که بخش مردمی هستش خب قطعا یه مقدار آزادتره، ولی من هم در واقع اعتقاد دارم اون بخش کارشناسی رو یه مقدار باید با دقت و نکته بینی بیشتری در نظر گرفت، چون مطمئن هستم حالا صرف نظر اینکه من خودم الان جایزه رو گرفتم، واقعا به جهت خودم عرض میکنم حتما خیلی از کارهای خیلی خیلی خوب در عرصه موسیقی ایرانی هست که حالا به جهت کمتر دیده شدن مورد در واقع بازنگری قرار نگرفته، و اگر کارشناس رو اون بخش بیشتر تمرکز بکنن فکر میکنم اون حیطه رقابت بین اهالی موسیقی ایرانی و شاید چند تا از این خواننده‌ها و آهنگسازهایی که مقدار اسم بیشتری دارن و اون از اون حیطه مسئولیتشون خارج میشن و یه رقابت بهتری ایجاد میشه. حتما آلبومای خیلی خیلی خوبی هستش که مطمئنن اینا کمتر دیده شده که اینها نقاط ضعفیه که تو بخش کارشناسیش وجود داره. امیدوارم توی آینده این رفع بشه. مرسی از شما، خیلی ممنون. لوح تقدیر بهترین آلبوم موسیقی اصیل ایرانی در سال 1391 در شاخه مردمی اهدا می شود به آلبوم کنسرت سیمرغ، همایون شجریان و حمید متبسم.
حمید و متبسم اگر حضور دارن. همان شجره میخواد صحبت کنه. عذر میخوام، دیگه نمیشه صحبت نکرد. اولا که میخوام تبریک بگم خدمت همه عزیزانی که تا اینجا جوایز گرفتن و همه عزیزانی که کاندید شدن، خسته نباشید به همشون بگم، و مخصوصا جناب آقای علی خانی که اجرای زیبایی داشتن، فکر میکنم محبت براشون بعد دست بزنم. محبتشون. فقط خودم رو مدیون میدونم که اینو بگم که این جوایز رو مدیون تمام هنرمندا و عزیزانی هستم که افتخار همکاری داشتم باشون، جناب متبسم و دیگر عزیزان، و قدردانی و احترام کنم و از همینجا دستشون رو ببوسم، پدرم رو که تعلیم دادن و هرچی دارم از ایشون دارم. در پایان سه بیت از مولانا رو حیف اومد که براتون نخونم، چون دائم در ذهنم گذر میکرد و میرفت و میومد. سه بیتیست که برای همون عشق لایتناهیش گفته. میگه: نباشد ای پرسیدن تو را خانه کجا باشد، نشانیده اگر یابیم و آن اقبال ما باشد. خریدی خانه دل را، خریدی خانه دل را، دلان توست میدانی، هر آنچه هست در خانه از آن کت خدا باشد. سپاس. مبارک باشه. متشکر از همایون شجریان عزیز. اهداء لوح تقدیر به بهترین آلبوم تلفیقی از نگاه کارشناسان که با هم تیزرش رو به سرعت می‌بینیم و دعوت می‌کنیم از نفر برگزیده. نامزدهای دریافت تندیس بهترین آلبوم موسیقی تلفیقی و سایر ژانر: آقای بنفش، رومی سه، روی دیگر، ساقی سرمست، هیچم خبر از هیچ. تندیس طلایی بهترین آلبوم موسیقی تلفیقی در سال 1391 به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی اهدا می شود به آلبوم رومی سه، پدرام درخشانی. شکرم، خیلی ممنون. سپاس از دوستان موسیقی ما و دوستانی که موسیقی منو گوش دادن و به من رأی دادن، و از دوست عزیزم امیرحسین طباطبایی که امکان ضبط این آلبوم پرخرج رو واسه من فراهم کرد. تشکر میکنم. در ضمن ساعت 12 گذشته، صبح همگی بخیر. ممنون. لوح تقدیر بهترین آلبوم موسیقی تلفیقی در سال 1391 در شاخه مردمی اهدا میشود به آلبوم روی دیگر، بهرام رادان و کیوان هنرمند.
ده دقیقه نهایتاً ما پیش شماییم. من خواهش میکنم گناهی مرتکب نشد در هنرمندایی که قرعه در واقع به نامشون انتهای کنداکتور ما افتاده، برای همین خواهش میکنم که دستی بزنید که شأنشون باشه و یه خاطره خوب براشون. آقای هنم اگر فرمایش دارن، اگر نه که متشکرم. فقط تشکر میکنم از سایت موسیقی ما، کار خیلی بزرگی کردم، مرسی. اهداء لوح تقدیر بهترین آلبوم پاپ، اگر که موافق باشید. نامزدهای دریافت تندیس بهترین آلبوم موسیقی پاپ: جاده رویاها، غبار، خاطرات مبهم، عاشقانه ها، من خودم 13، من و بارون. تندیس طلایی بهترین آلبوم موسیقی پاپ در سال 1391 به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی اهدا می شود به آلبوم عاشقانه ها احسان خواجه امیری، علیرضا افکاری. از این عادت با تو بودن هنوز، ببین لحظه لحظم کنارت باشه، همین عادت با تو بودن یه روز اگه بی تو باشم منو میکشه. یه وقتای انقدر حالم بده که میپرسم از هر کسی حالتو، یه روزایی حس میکنم پشت من همه شب عاشقانه های احسان خواجه امیری، بهترین آلبوم موسیقی پاپ از نظر کارشناسان. من هم عبد میدم دیگه، نوبت ما شد، کسی حال نداره دست بزنه دیگه، همه خسته. بابا تو یه بار دیگه اومدی، کلی برات دست دادن دیگه. خدا رو هزار بار شکر میکنم بابت این لحظه ای که تونستم تجربهش کنم. 100% این یکی از مهمترین لحظات زندگیم هست تا به امروز. از همه شما عزیزان تشکر میکنم، از همه کسانی که تا به امروز هوامو داشتن. تشکر میکنم از دکتر اصفهانی که یادی کردن از پدرم، جای پدرم و استاد شجریان. امروز خیلی خالی بود اینجا. میخوام تقدیم میکنم این لوح با ارزش رو به کسانی که توی این مجموعه به من کمک کردن. آهنگساز خوبش علیرضا افکاری، تنظیم کننده همون همای نامداری نازنین، سیروان عزیز. و یه تشکر ویژه بکنم از خالق عاشقانه ها، صاحب اندیشه عاشقانه ها، روز به بمانی عزیز. مرسی. متشکر. اما لوح تقدیر بهترین آلبوم موسیقی پاپ در سال 1391 در شاخه مردمی اهدا می شود به آلبوم من خودان 13 محسن چاوشی. 13 را همه عالم به درم روز از شهر، من خودم 13 که از همه عالم بدرم، تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم، گاهی از کوچه معشوقه خود میگذرم. اما قسم بگه ایمان قیاسی بگه که آقای دهقان اومدن بفرمید. آقا بازم مبارک بشه. نشسته بود منتظر دیگه. میدونم.
میدونم خسته هستید، فقط یه جمله خیلی کوتاه. جای محسن چاوشی هم بین ما همه خالیه. انشاءالله همیشه زنده باشیم. اهداء لوح تقدیر بهترین آهنگساز سنتی از نگاه کارشناسان. نامزدهای دریافت تندیس بهترین آهنگساز موسیقی اصیل ایرانی: سهراب پورناظری، فردین خلعتبری، حسین علیزاده، علی قمصری، حمید متبسم. تندیس طلایی بهترین آهنگساز موسیقی اصیل ایرانی در سال 1391 به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی اهدا می شود به جناب استاد حسین علیزاده. آقای علیزاده در سالن ما نیستن، ولی خیلی ها اعتقاد بنگریم که برای یکی از نوابق موسیقیمون داریم دست میزنیم، یه جوری دست بزنیم که شایسته حسین علیزاده این سرزمین باشه. لوح تقدیر بهترین آهنگساز موسیقی اصیل ایرانی در سال 1391 در شاخه مردمی اهدا می شود به جناب آقای فردین خلعتبری. از این خوشحالم که وزد این مجلس به لحاظ فرهنگی وزد خیلی خوبی بود. میدونم که این برای اولین بار، خسته نباشید میگم به بچه ها که این کار بزرگ انجام دادن. متشکر. اما از یک استاد نازنین و گرانقدر دیگه دعوت میکنیم که افتخار بدن بر روی صحنه تشریف بیارن. من میزان استقبال از این استاد عزیز رو هم واگذار میکنم به شما، استاد کیخسرو پورناظری. به نام خدا، من کیخسرو پورناظری، هفتم خرداد 1322 در کرمانشاه متولد شدم. من با تار شروع کردم و معلم اصلی من پدرم بود.
تمام فولکلوری که من تبر جمع کردم روی آهنگای کردی کار کردم و به استخدام فرهنگ و هنر در آمدم. بعد از انقلاب 57 به تنبور رو آوردیم و ساز تنبور شروع کردم و با دوستانی که داشتم گروه تنبور شمس را راه انداختیم. کلن فعالیت من تو موسیقی میشه در سه بخش تقسیم کرد، یک بخش سنتی و ملی و یک بخش محلی و کردی و یک بخش تنبور. خسروی پور ناظری این بوده که این ساز رو با عالم خودش مرتبط میکنه، عالم یک ایرانی با همه مختصات روحی یک ایران. موسیقی پیامش پیام مهر، پیامش عشق، پیام صلح. استاد کیخسرو پور ناظری بفرمایید. تشکر. خدمت همه عزیزان، جوانها، میانسالها، پیشکسوتها و استادهای بنده، خیلی خوشحالم که در خدمت همه عزیزان گوشه ای از این شادی نصیب من شد که تشکر میکنم از دستاندرکاران. آرزو میکنم همه جوانها همیشه شاد، همیشه توانا و سفیر هنر پرگوهر و والای ایران در سراسر جهان باشند. آرزوی موفقیت برای همگی. قادر. خیلی متشکرم. بریم سراغ اهدا علو تقدیر بهترین آهنگساز پاپ و تلفیقی از نگاه کارشناسان. لطفاً تیزرش رو با هم تماشا کنید. نامزدهای دریافت تندیس بهترین آهنگساز موسیقی پاپ: علیرضا افکاری، محسن چاوشی، شهاب رمضان، محسن یگانه، کارن همایون فر. تندیس طلایی بهترین آهنگساز پاپ در سال 1391 به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی اهدا می شود به جناب آقای علیرضا افکاری. تشریف ندارم تو سالنمون. بلافاصله میریم سراغ لوح تقدیر بهترین آهنگساز پاپ در سال 1391 در شاخه مردمی.
که اهدا می شود به جناب آقای محسن چاوشی از نگاه مردم. تا دو سه دقیقه دیگه اجرای موسیقی پاپ خواهیم داشت، اجرای زنده که تقدیمتون خواهیم کرد به عنوان حسن ختام برنامه. نامزدهای دریافت تندیس بهترین ترانه سرا، روزبه بمانی، اندیشه فولادوند، یغما گلرویی، افشین یداللهی، محسن یگانه. تندیس طلایی بهترین ترانه سرا برای مجموعه آثار در سال 1391 به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی اهدا می شود به جناب آقای روزبه بمانی. خب عرض کنم که فکر کنم روزبه تو ترافیک گیر کرده شون بالاخره و حالا تو سالنم حضور نداره. اما نکته‌ای که هست، من خواهش میکنم که اگر که ممکنه تیزر قسمت بعدیمون رو هم پخش کنیم، چون خیلی تفاوت عجیبی نداره. نامزدهای دریافت تندیس بهترین ترانه، بلا تکلیف، بیت آخر، بیقرار، من و بارون، نابرد رنج. تندیس طلایی بهترین ترانه در سال 1391 به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی اهدا می شود به نابرد رنج، روزبه بمانی. برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارم این به من نگاه نمی کنی. یه نکته هم که در مورد این دوتا نگاه کارشناسی بود، بهترین ترانه سال در واقع و بهترین مجموع آثار که در واقع انتخاب شده و بهترین در واقع یکیش بهترین ترانه سراش، یکیش بهترین ترانه سال. این نگاه کارشناسی بود، در نگاه مردمی هم در دو حوزه مختلف باز هم روزبه بمانی به عنوان بهترین و برترین انتخاب شده که بهش تبریک میگیم. حالا شرایط حضورش مهیا نبود، براش آرزوی سلامتی و موفقیت میکنیم. یکی از ترانه‌سرای برجسته کشورم. خیلی متشکرم از محبت و لطف شما، ببخشید خیلی سرپای ایستاده بودین. خواهش میکنم لطف کنید تشویقش میکنید، باهاشون خداحافظی کنید. نامزدهای دریافت تندیس بهترین تهیه کننده کنسرت، آوای فربهر، آوای هنر، اکسیر نوین، ترانه شرقی، بغنوز.
نامزدهای دریافت تندیس بهترین تهیه کننده و ناشر آلبوم موسیقی: آوای باربد، آوای هنر، ایرانگام، ماهو، هرمس. خیلی متشکرم، فقط اومدم ازتون تشکر کنم. همین شب خیلی خوبی بود، امیدوارم که همیشه در مراسم این چنینی در شادی و حال خوب شماها خدمتگزار شما باشه. متشکرم، شب بخیر، با بهترین آرزوها، خداحافظ. We'll be right back.